من دریا صفایی هستم، کاندیدای انتخابات مجلس در بلژیک. روی لیست انوا نفر سوم در فلامس بروم. 20 سال پیش در تهران پس از قیام دانشجوی 18 تیر بازداشت شدم در بازداشتگاه توحید و همسرم سعید بشیرتاش که نقش محوری داشت در قیام دانشجویی به صورت مخفیانه زندگی میکرد و پس از اون به صورت موقت آزاد شدن و در اون زمان تصمیم گرفتیم که ایران را ترک کنیم. در سال 2000 اومدیم به بلژیک. اون زمان من تازه مدرک دندانپزشکیم رو گرفته بودم ولی مدرک من درجه قابل قبول نبود. به خاطر همین دوباره تحصیلاتم رو اینجا ادامه دادم و دوباره مدرکم رو گرفتم و دو فرزند دارم. دنا دخترم 17 سال داره و آریو پسرم 12 سال. پس از اون با همسرم چندین کلینیک دندانپزشکی زدیم و مشغول کار هستیم. اینجا در سال 2014 برای دفاع از حقوق زنان ایرانی و برای اینکه بتونن اونها هم در ورزشگاه خودشون شرکت کنن، گروهی رو پایه‌گذاری کردیم به نام Let Iranian Women Enter Their Stadiums یا پیش به سوی ورزشگاه ها و سعی کردیم با این گروه در واقع افکار عمومی جهان و افکار عمومی ایرانی ها رو تحت تاثیر قرار بدیم و حساسیت به این ممنوعیت رو بالا ببریم که نسبتاً کار موفقیت آمیزی بود، به خصوص در سطح جهانی این مسئله رو خیلی مطرح کرد. در تمام سالهایی که من در بلژیک تلاش کردم برای اینکه صدای زنان ایرانی رو به گوش جهانیان برسونم، مورد توجه بسیاری از شخصیت ها و وزیران حزب انوا قرار گرفتم. این در حالیه که در داخل ایران خانم نسرین ستوده فقط به خاطر اینکه شغل خودش رو انجام داده، وکالت کرده، در زندان افتاده و به شلاق محکوم شده. از اونجایی که ایرانی‌ها در سراسر جهان جزو مهاجران بسیار موفق بودند، جایزه‌ای که به فلمان‌های جدید از طرف حزب انوا تعلق گرفته تا کنون به 9 نفر تعلق گرفته که 3 نفر از اونها ایرانی بودند. این نشان دهنده اینه که ایرانی‌ها مهاجران موفقی بودند و در هر جا تونستن پیشرفت کنن و باعث پیشرفت اون کشور بشن. مبارزات انتخاباتی من در بلژیک دقیقاً در راستای همون مبارزات گذشته من قرار میگیره. در واقع همچنان تلاش خواهم کرد برای برابری حقوقی زن و مرد، همچنان تلاش خواهم کرد برای مبارزه با دیو مخوف اسلامگرایی افراطی و برای اینکه بتونیم ارزش‌های روشنگری رو که به برابری زن و مرد باور داره در مقابل حملات و دوگم‌های مذهبی نگهداری کنیم و پاسداری کنیم. پیروزی من در این انتخابات پیروزی تمام زنانی خواهد بود که سالهاست بر علیه حجاب اجباری مبارزه کردند و نشان دهنده انتگراسیون و سازگاری اجتماعی موفق ایرانیان در بلژیک و فلاندرن است. سپاس از توجهتون. من دریا صفایی هستم، کاندیدای انتخابات مجلس بلژیک، نفر سوم روی لیست انوا در فلامس بروم. سپاسگزارم.